بریم با هم یه هایلوکس جدید ببینیم، نزدیک 55,000 یورو قیمتش هست. از این برم میتونید روفش رو ببینیم. اینجا هم یه نمایت سپر جلوش رو میتونیم با هم ببینیم که چراغاش رو نمیده. اولین بار از سیستم LED استفاده کردم، خیلی خاصه. مه شکنه جلوش هست و میتونید زاویه ببینید. یه سری جالبی که تو این چراغاش نظرم جلب کرد این که این برآمدگی هایی هست که میبینیم اومده بیرون، اینجا هم هستش. من احساس میکنم این میدونی یه مقدار جهت نور رو میتونی بشکنه، مثلا تو این زاویه ها میمدار نور بیشتری نکنه. الان شما که ببینید سیستم نوری کلا اینه، اینو من احساس میکنم یه ذره میاد نور رو میشکنه میاد داخل. حالا این چیزی که من متوجه میشم مثلا از این بالا ببینید مثلا نور به این زاویه ها پخش میشه. حالا این چیزی که من متوجه شدم، حالا ببینید شما نظر دیگه دارین بهم بگین تو کامنت ها. لوگوی تویوتا و این نمو هم ببینیم کلی از جلو. خوب حقیقتا هایلوکس خیلی ماشین خاصیه دیگه برای ما ایرانی هم. نگاه 18 اینچیش همونی باش. حالا دیزاین جدیدش اینجایی فکر کنم دلیلش نمیدونم ولی اون بچه گذاشتم، ولی خب فقط بر بحث زیبایی شده دیگه. یه چیزی هنوز برام ذره عجیبه این که چرا برای چه عقبش خیلی وزنش سنگینه. نمیدونم چرا مثل حالت دمپری چیز اینجا نداشتن که مثلا ضربه و وزنش رو بگیره، ولی واقعا در عقبش واقعا سنگینه. چرا واقعا عقبش خب یه نما از این پایین که سیستم زاپاسش هستش اینو کنم سیستم پایین کنارش شامنه. خب این مدل هایلوکس هم تجهیز شده به دوربین عقب. اینجا میبینین که بلاور کمک میکنه برای پارک و بحیث مسائل که جا میتونی نمای داخلش رو ببینی قسمت بارش. خیلی حقیقتا متریال جالبی نداره، بکنم روی چند تا این تا ضربه راحت منتهش خونده بشه. میم خیلی دیزاین خیلی جالبی توی اینتریش نیست حقیقتا. میشه گفتیم کانتاهایی که اینجا استفاده کردن، حالا قسمت کیلومترش و میم خیلی یه ذره دیزاین خشنه دیگه، چون که ماشینه آفرودن معمولا یه چند تا نکته حالا جالب میشه گفت که مثلا این روی مدل هفتا ایربک داره که برای امنیت سرنشین هم حالا استفاده میشه. حالا این نسبت عدد زیادی هستش که توی خودرو هست و یه سری تنظیماتش هست، دکمه خاصش هست که برای حالت خودش استفاده میشه. سبک دیزاین خشن داره، حالا برای داستانه آفرود بودنش و دیزاین داخلش هم جدیده. بتونیم بریم با هم بشینیم داخلش رو ببینیم.
نه از نمای داخل هایلوکس جدید سیستم اوتومات ببینی نمایی از قسمت سرنشینش ببینیم حس خوبه هایلوکس سوار شده اینه که ارتفاعش صد زمین نسبت به ماشین دیگه خیلی بالاتره و فضای داشبوردش و سیستم کاور USB داره اینجا این هم یک نقطه خیلی جالبیه و پنل جی بی ال یه ذره میدونی واقعا خیلی یه ذره دیزاین خشکیه میدونی مثلا این مثلا برای من زیاد قابل فهم نیست مثلا این زبونه که میاد بیرون نکنه هیچ گونه تناسب بینه مثلا کل این اجزای ساخته مثلا یه ذره اینجا آمده بیرون اینجا رفته تو و این زبونه اینجا زیاد این کلا اصلا انگار پنلش از یه چیزی جوری ماشین دیگه بود مثلا اونا انگار گذاشتن تو این و میگم یه ذره دیزاین خوشگی داره اینجا هم که جای عینک و بعد چراغ و قفل در و میگم که فرمانش هست و کیلومترش اینجا یه چیز جالب که یه ذره منو هیجان انگیز بود اینکه حالا اینکه کنسول که از معمولا وسایل ها میذارم حالا امیدوارم که آره قشنگ هم معلومه که اینجا برق 100 ولت داره اینجا میتونیم دریچهش رو باز کنید نمیدونم میتونید ببینید این حالا دو شاخه برق 100 ولت داره و این جالبه یه مدر برای ماشین های آفرود این نقطه خیلی مهم حساب میشه یه چیزی واقعا هنوز تو این ماشینی داره برام عجیبه این سیستم صوتی JBL اینجا توضیح دادم میکنم مثلا اینجا انگار یه دونه از این اسپیکرهای کوچیک هستن اینه یه آوردی باشن و سیدی روی این اصلا میگم هیچ گونه تناسبی نیست تو این سیستم صوتی که استفاده کردم با دیزاینش و زیاد حقیقتا من حال نکردم با این هایلوکسه تو هایلوکس هم که همیشه چالش هم فضای عقب صندلی هاش هست که اونجا هم هنوز همین داستان هست نمای عقب هست براشو ببینید خیلی بیدم چیزی خیلی جذابی نیست حقیقتا این با همه همشه ببینیم شویه نه نسبتا خوبه خیلی اذیت کنم نیست ولی خوب برای مسافت های کوتاه ولی اگه بخواین یه ذره سفر طولانی بشه یعنی واقعا ولی صندلی اولش اذیت میکنم و این سیستم لایتینگ گذاشتم برای یه مدر سیبا شدنش و اینجا هم یه نمایی از کنسول و داشبورد و فرمانش رو ببینیم بعد اینجا میتونیم با هم یه سری از آپشنش رو ببینیم که این مدل تو 5 تا رینگ مختلف ساخته شده که اینا هم قابل سفارش دادن بعد صندلی ها هم از 4 نوع مختلف استفاده شده که نوع دوختشون هم اینجا میتونیم نوع جزئیات روی دوختشون و نوع متریالی که استفاده شده فرق میکنه اینجا هم رنگاش هست که 9 تا رنگ فرمود قبلا هم گفتم گفتم اکثر کمپانی ها رنگ های مدل خاص خودشون دارن مثلا
فرض و سر کمپانی یه سری کد رنگ خاص خودشو داره و این تعداد رنگایی که مثلا شما هایلوکس رو میتونید سفارش بدید. اینجا هم یه دونه بازشون خب اینجا هم یه چند تا حالت داره که مثل این حالت استیشن ها پشتشو میتونن مثل حالت کمپینگ داره، این حالت اینجا داره میتونه داشته باشه نداشته باشه و اینجا هم جا برای دوچرخه. اینا همه آپشن هایی که مثلا میشه اضافه کرد به ماشین. و اینجا هم یه نکته خیلی جالب داره، چراغای مثل حالت آفرودش هست که اینجا میتونید شما اضافه کنید، حتی این درزایی که روی سپر هست اینا قابل تعویضه. حالا این داستانایی که برای نمیدونم اسکی و اینا هست اینا میشه استفاده کرد، یه قسمتش هم هست که میتونه حالت بسته داشته باشه. آپشنایی که داره این مدلم که قبلا بهت گفته بودم که قسمت حالا بسته میشه. و حالا یه آپشن جالبش هم اینجا این که روی دستندش دستیش میشه یه سری خون اضافه کرد و دیگه میشه این از یه ماشین صرف کلی تجهیز کردی، کلی امکانات جدید بهش اضافه کرد. حالا همین حالت کشویی اینجا که میبینی نوع پادریاش هست که میشه کلا عوض شد و اصلا میبینی الان کلا مقایسه کنه این مدل با این چیزی که من ویدیو گرفتم کاملا روخش همه چیش کارم تغییر کرده و خیلی میشه روش کار کرد دیگه. میگم شما یه ماشین بیس دارین بعد روی اون میتونین آپشن های دیگه اضافه کنید و این اطلاعاتی که اینجا در مورد خود داخل دفترچه خود ماشین گفته، سیستم های صوتیش که JBL که دیگه حتما همتون میشناسیم که بهترین نوع سیستم های صوتیه و یه سری اطلاعات هم داره در مورد نوع تایپ رینگاشو.